پارسال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت نه لالزار یادی از ترانه های کوچه و بازاری یادی از آقاسی، عباس قادری، جواد یساری و خیلی های دیگه آپارات این هفته رو ببینید سلام حسن سرچو هستم خوش اومدید به سینمای کوچکی آپارات موسیقی کوچه بازاری لالزاری یا به اصطلاح موسیقی عام پسند به نوعی از موسیقی میگن که کمتر مورد توجه نخبه ها و طبقه متوسط به بالاست موسیقی که بیشتر در گلوی قشر فرودست جامعه نفس میکشه و این طبقه به اصطلاح مشتری اصلیش حساب میشن موسیقی کوچه بازاری قدمتی 80 تا 100 ساله در ایران داره در دهه سی و چهل شمسی به خوبی رشد میکنه و در دهه پنجاه با خواننده هایی مثل نعمت آقاسی، عباس قادری و جواد یساری به اوجش میرسه همون دورانی که ترانه نوین ایران هم روزگاری طلایی داشت و مورد توجه طبقه متوسط شهری دانشگاه یا و نخبه ها بود موسیقی عام پسند به این دلیل به موسیقی لالزاری معروف شد که کافه ها و کابره های لالزار محل اجرای این موسیقی ها بودن هر شب صدای این خواننده ها در خیابون های لالزار تهران میپیچید و کاست های خانندگان کوچه و بازاری در دکه های لالزار بیشتر عرضه شد و به همین طریق هم به بازار شهرستان راه پیدا میکرد حسین احمدیان فیلمساز در فیلم لالزاری ها به سراغ این بخش کمتر مورد توجه قرار گرفته فرهنگ در ایران رفته و سعی کرده مروری بکنه بر روزگار شکوه موسیقی لالزاری و فراز و فرودش آقای احمدیان متولد سال 57 و تحصیل کرده سینماست و سال 81 به این سو در سه فیلمسازی فعالیت داره در این برنامه فیلم لالزاری ها رو از این فیلمساز میبینیم و برای صحبت درباره این موضوع جذاب از مهمون دعوت کردیم که همراه ما باشند مجید بهشتی فیلمساز پیشکسوت و بازیگر تئاتر و سینما که خودش روزگاری در همین لالزار برنامه جمع کرده و ساکن لندن امید شانس پژوهشگر مطالعات فرهنگی از لندن و فرید اسماعیل پور پژوهشگر سینما و فیلمساز ساکن پاریس خوش اومدید شما به برنامه این هفته ما خب به اتفاق شما و بینندگان برنامه فیلم رو ببینیم بعد دربارش صحبت میکنیم بشه به قول دوستان لالزاری یا کچه بازاری اما الان هنوز که هنوزه چهار تا فیلم میاد دو تا سه تشون آهنگ منو خب اگر بعد بود نمیذاشتن که به اینجا رو نمیشه بگردیم شکمه بخن شادی کن شوری بر پا کن موزد کن لطمی کن گردم دبا کن شو خیلی دوست بسی تا تا باره سفر از ما هر جا مرسی آقایی اسمش میخوام نگم بگو بگو نه نمیگم جونه من بگو خیلی خوب میگم بابا آقا سیر. بارو بارو خوب. میشه, که میشه. خوب دوستا یه قدم عدل خب این دوستان محبت به آقا یه نفس مرتب که باقا لالزاری ها رو دیدیم ساخته حسین احمدیان مستندساز درباره فراز و فرود موسیقی عام پسند در ایران فیلمی که در اون فیلمساز در سفری شهری و با وام گرفتن از تصاویر آرشیوی و بکارگیری یه شخصیت مرکزی بسیار مرتبط با موضوع سعی میکنه ما رو به فضای لالزار ببره فیلم به بخشی از تاریخ موسیقی و البته تاریخ اجتماعی ایران میپردازه که در کتاب های هنری تاریخی و حتی جامعه شناسی توسط علمای این علوم و روشنفکران جامعه اغلب نادیده گرفته شده و یا با بی‌اعتنایی و تو تحقیر روبرو شده برای صحبت در مورد این فیلم سه صاحب نظر با ما هستن مجید بهشتی فیلمساز پیشکسوت و بازیگر تئاتر و سینما که خودش روزگاری در همین لاله‌زار برنامه اجرا می کرده و حالا ساکن لندنه امید شمس پژوهشگر مطالعات فرهنگی ساکن لندن و فرید اسماعیل پور پژوهشگر سینما و فیلمساز ساکن پاریس خیلی خوش اومدید هر سه شما خب گفتگو رو با شما شروع کنیم آقای اسماعیل پور فیلم به یه فیلمی هست که روی میز مونتاژ جمع شده چه جور فیلمیه ساختارن لاریزاری ها پیش از هر چیز یه فیلم مستند یه فیلم مستند تاریخی که درباره یک دوره از تاریخ موسیقی ایران ساخته میشه یاد اون باشه که در که دربارش فیلم سازه آقای احمدیان اتفاقات دیگری غیر از موسیقی هم می افتاده ولی آقای احمدیان در این مستند صرفا به موسیقی در لرزا پردازه از طرف دیگری وقت وخ... میخوام بگم که این فیلم غیر از اینکه فیلم مستند تاریخی هست یک فیلم مستند متحد هم هست شاید قریب به نظر برسه وقتی تعهد و کنار اسم لالزار میذارید ولی واقعیتش اینه که این تعهد از کپشن اول در پای در عنوانمندی آغازین فیلم یاد که فیلمساز ادعا میکنه بنا به اینکه این دوره از فرهنگ و تاریخ موسیقی ایران کمتر بهش بها شده او بر خود دیده که فیلمی رو در این دوره بسازه آقای به بهشتی شما چطور بود براتون این فیلم وقتی که میدیدینش خدمتتون عرض کنم که خب فیلمو من دیدم و وقتی فیلمو دیدم احساس کردم که وقتی آدم میخواد فیلم بسازه، تئاتر بسازه یا کتابی بنویسه در اصل خوراک روحی مردم رو میخواد فراهم کنه. یعنی خوراک روحی مردم من فکر میکنم فیلم، تئاتر، کتاب، حتی رسانه ها باشه. یعنی باید ذائقه مردم رو شما بدونید عموم مردم چی هستش و این در اینجا در این فیلم موفق نبوده به دلیل اینکه همه کارها رو خود کارگردان انجام داده وقتی من تیتراژ رو نگاه کردم دیدم نویسنده تهیه کننده کارگردان محقق خب این لطمه میزنه به فیلم پس اگر قرار بود یک نفر همه کارو بکنه خب این همه آدم که یک فیلم سینمایی میسازن نیاز نبود دیگه یک نفر می اومد فیلمو می ساخت و در کل به نظرم موضوع بسیار خوبیه بسیار موضوع خوبی بوده ولی حیف شده پراکندگی زیاد داره مثلا یک دفعه میزنه میره سر قبر محوش یا سر قبر اشکی بیرزاده عشقی اصلا هنرمند نبوده یا میره سر قبر مثلا زن شاه سابق مثلا یک دفعه صحبت میکنه یک چیزای اضافی در به موسیقی پرداخته نشده کامل به عبارت دیگه شما معتقدید که فیلم فیلم متمرکزی نیست نبود آقای شمس شما چطور دیدید فیلم رو از منظر یک پژوهشگر مطالعات فرهنگی به نظر من لالزاری ها واکاوی ارزشمندی است به لحاظ موضوع اما نه بسیط و نه جامع است در این حوزه من معتقد نیستم که فیلم لزوما درباره موسیقی لالزاری یا یک دوره از موسیقی لالزاری به این لحاظ اتفاقی که در فیلم میافته اینه که یک برشی از تاریخ لالزار رو بررسی کرده که در واقع متعلق به پهلوی دوم هست برشی از تاریخ لالزار هست که خب اکثر مردم هم لالزار رو با اون دوران به یاد میارن در صورتی که لالزار در تمامیت تاریخی خودش باید دیده بشه و این نوع نگاه مقطعی به مسئله لالزار و تاریخچه لالزار سوء تفاهم رو به وجود رو میاره یکی از این سوء تفاهمها ها این هستش که در واقع آنچه که در لالزار میگذشت به لحاظ موسیقی و تئاتر و هنر که تولید میشد متعلق به طبقه فرودست و پایین دست جامعه و مردم سنتی و پایین تهران هستند درسته که اینطور نیست اگر در تمامیت تاریخی خودش لالزار رو ما نگاه بکنیم لالزار نخستین آغازگاه یک مفهوم نوین در زیست شهری در ایران هست با بازار مثلا با مفهوم بازار تفاوت های ویژه ای داری یعنی بازار در واقع یک مف فضایی بوده که درش امورات اصلی و روزمره زندگی میگذشته در کنارش تماشای معرکه گیری و استراحت در قهوه خانه هم بوده اما لالزار نخستین مکانی است که صرفاً برای مردم برای گرد هم آمدن مردم در یک فضای فرهنگی است و این فضا نخستین سینماها نخستین تئاترها نخستین کنسرتها نخستین فروشگاه های بزرگ اولین فروشگاه لباس های مدروز رو در واقع قلب زندگی نوین مدرن متمایل به غرب بوده در ایران که پمپاج میکرده این زندگی نوین رو به سرتاسر سر شهر و به سرتاسر سر ایران و در همین خب اینها قایب هست در فیلم خب حالا این البته بحث دیگری است آقای اسماعیل پور بریم سراغ حالا شروع فیلم یه شخصیت خیلی جالبی داره فیلم معرفی میکنه به ما و در شروع ما با یک آدم حسین آقا یا امو حسین آشنا میشیم سکانس آغازین فیلم هست این شخصیت انتخاب درستی به نظر میاد حالا چه کار کردی داره برای شما؟ از از که به این سوال شما پاسخ بدم یه اشاره داشته باشم به فرمایشات آقای بهشتی اونجایی گفتن که وقتی می توی قبرستون گورستان اما حسین میره سراغ قبر میزاده اشقی و خب بیمعناست نمیدونم چه صحت داره ولی ظاهرا میزاده اشقی چند تا از اون اشعار نمایشگونه شد در گران هتل بله. هزار اول همون رالهزاری که بله. آقای نخستین اپرای ایران رو بله. در اونجا اجرا. در اونجا اجرا کردن و عملا داره فیلمساز کنایه ای میزنه و هم آرف هم بله. در اونجا اجرا کرده و ظاهرا فیلمساز داره کنایه ای میزنه یعنی این اصلی نمون حسینی که این لالزاری که میخواد به اون بشناسونه این عمو حسین لالزایی دقیقا نمیدونی در که بوده چه اتفاقی پیش از خودش افتاده یعنی قبل از اون پهلوی دوم درباره باره عمو حسین به نظر من اتفاقا یکی از نقاط مثبت فیلم همین کاراکتر عمو حسینه در ابتدا ما متوجه نمیشیم که چرا او انتخاب شده به خاطر اینکه یه رانده تاکسیه که احتمال تو پروژه سینمایی کار میکنه ولی در حین فیلم متوجه میشیم اما حسین که از مخاطبای اصلی اون موسیقی لالزاری که فیلم میخواد بهش بپردازه به و در نهایت در انتهای فیلم اتفاق جالب میافته که به نظر من اشاره به روابط تولید, تولید هنری تو خود خود لالزار هم بوده نشون میده که چقدر راحته و ساده است و حالا شاید بین پرانتز مردمیه تبدیل شدن به هنرمند توی هنر و فرهنگ لالزاری همونطور که آقا سی یا آقای یساری طبق روایت در فیلم میشه هنرمند شدن یعنی اون نظام استدیویی و حرفه‌ای موزیک پاپ که موازی داره حرکت میکنه تو سین... توی فرهنگ ایران پیش از انقلاب به این راحتی شما نمیتونستید خواننده بشید و این مقایسه مقایسه جالبی به نظر من اتفاق افتاده یعنی به هویت حسین یک نقش بنیادی داره توی این فیلم حتما و از راز تکنیکی و منتاجی هم اینطوری به خاطر اینکه وقتی امون حسین معرفی میشه به وسیله کسی که داره گفتار متن میگه که احتمالا خود فیلمساز هستش میگه که قرار با او به یک سفری بریم و اینطوری هم هست سوار اون تاکسی میشیم تاکسی و راهنده هایی که امروزه مخاطبه اصلی اون موزی... موزیک هایی هستن که امون حسین گوش میکنه و بعد وقتی اون رو تو میذاره توی پخش ماشین و راه میفته اون حسین تمام پلان های زاویه دید او پی و ها و پلان های خارج از ماشین پلان های آرشیوی از آ... لایزار مذکوره به من این خیلی جالبه باز یک تمهیدی که نشون میده که گویا داریم به یه سفری تو زمان میریم به من با تمام محدودیتهایی که این فیلم داشته و یک تنه ساخته شده ولی این ظرافت این ظرافت که وجود داره میتونه جالبش کنه آقای شمس خواستگاه اجتماعی امو حسین کجاست؟ چون ما در حقیقت با امو حسین ها هست که گسترش داده شده میبینیم موسیقی کوچه بازاری یا موسیقی عام پسند رو این از کجا میاد؟ خب خواستگاه این شخصیت به وضوح طبقه کارگر ایران هست و این طبقه در هر جای جهان به ویژه در اون دوران مخاطب برنامه های نمایشی و موسیقی بوده که دو جنبه داشتن جم... یک جنبه اجتماعی و انتقادی داشتن که مبتنی بر مزامینی مثل ظلم و بیعدالتی و در واقع رنج و این مسائل بوده و یک جنبه قنایی داشته در واقع این موسیقی که این و این هنری که اینا مخاطبش هستن که جوکوفسکی توی مقدمه کتابی که در باید آمیان ایران نوشته توضیح جالبی میده میگه که تمامی این در واقع مزامین شراب، عشق و جمال و همه آنچه که ما می توانیم زیل کلمه ترب گرد بیاریم در واقع این جنبه رو می ساخته و این مفهوم ترب خیلی مفهوم جالبی است این مفهومی است که بعدها اون بخشی از در واقع انقلابیون ایدئولوژیک با تنگ نظری این ترب رو که ویژگی مهمی در این فرهنگ بوده به مصابه لودگی و ابتزال در نظر گرفتند و ترد کردند و رد کردند در صورتی که این یکی از اساسی ترین ویژگی های طبقه کارگر هست نشان دهنده اون جنبش تحرک و ویژگی های خاص این بدن اجتماعی است که از و از غذا این طبقه این, گروه انقلابیون خشمگینی که ترد کردن این طرب رو به, عنوان ابتزال خودشون مبتزل ترین دوران تاریخ ایران رو بعدها رقم زدن و این نکته جالبی اما یک چیزی که باز من میخوام اشاره بکنم بهش این هستش که اما این, این شخصیت همونقدر که به نظر من راوی بسیار مناسبیه ولی تنها راوی مناسب برای لالزار و حتی برای موسیقی لالزار همیست همونطوری که آقای اسمایل پول اشاره کردن اون صحنه ای که در واقع راوی میره توی گورستان بابایی و نگاه میکنه به قبر میرزاده عشقی خب هیچ شناختی نداره که عشقی کی هست و چرا مثلا اینجاست و ارتباط این آدم و اون گروه و هنری که در واقع عشقی نمایندگی میکنه مشخص هست که عشقی خب اولین اپرای ایران رو رستاخیز شهریاران ایران رو در گراند هتل اجرا میکنه در لالزار و این یک طبقه یک بخش از اون موسیقی قمرال ملوک به عنوان اولین زن بدون هجاب که بر روی صحنه آواز میخونه اولین کنسرتش رو در لالزار میذاره این هم یک وجه دیگری از موسیقی لالزار یعنی محدود کردن و بستن فضای موسیقی لالزاری به یک بخش از این موسیقی به نظر من کافی نیست و جامع نیست در نتیجه اون بخش اون بخشی که عشقی و قرار که اونها راوی خودشون رو در واقع میطلبند که خب قطعا در این فیلم ها نقشی از اونها رو نمی اما حسین آقا به تعبیر طب... حسین به تعبیری نمایندگی میکنه قشر عامه ای رو که میرزاد عشقی رو نمیشناسن که اون فضا رو نمیشناسن قشر عامه قشری که در حقیقت باسه ترویج این نوع ترانه ها شدن این کارها شدن راجع به ارزش هنریشون هنری صحبتی نمی کنیم که یا واجد یا فاقد ارزش هنری هستن یا به حال هستن وجود دارن و قدرتمند هستن و اون نه سینه بی سینه یا در واقع با کاست به کاست یا ماشین به ماشین این صداها منتقل شدن و به گوش رسونده شدن با توجه به همه فضایی که وجود داشته آقای بهشتی شما خودتون یه روزگاری به حال توی همین منطقه فعالیت میکردید منطقه لالزار دوران دانشویتون اونجا بودید کار میکرد اینها لالزار یه زمانی اصلا پاتوق نیروهای روشنفکری و سیاسی بوده تا قبل از اینکه این اتفاق بیفته کمی از تاریخمون بر ما میگید خدمت تو ارز کنم که خب <applause> تاریخچه لالزار به صد سال پیش برمیگرده یعنی در زمان اواخر قاجار که ناصر دینشان رفت فرانسه و به فرنگ و شانزلیزه رو دیده بود وقتی اومد ایران گفت میخوام یه شانزلیزه بسازم و چون اون لالزار و قسمتی که الان خیابون لالزار هست باغات بود و یه سری کشتزارها بود که درخت های لاله گل لاله کاشته بودن فراوان گل لاله اونجا کاشته بودن برای همین گذاشتنش لالزار اسمشو دستور داد اونجا خیابون بکشن که توش به حساب شارزریزی درست بشه اون خیابون کشیده شد و دیگه کم کم مغازه های درست شد کاباره های کافه های زیرزمینی درست شد و در, و در تا سال 1318 17 بود یعنی کارهای ساز ضربی و کارهای تنز و چیزای خیلی سطح پایین اجرا میشد. سال 1317 که هنرستان هنرستان هنرپیشگی رو نصر آقای نصر که تحصیل کرده سینما بود و تاعت بود اونجا درست کرد به اتفاق آقای اسدزاده بود و خیلی کس خیلی زیادی رفتن اونجا و وجوه هنرجو شدن و بعد از اون آقای نوشین عبد، عبدالحسین نوشین که اونم در فرانسه درس خونده بود رشته تئاتر برگشته بود به ایران رفت اونجا تئاتری درست کرد تئاتر فرهنگ بود اسمش و اون تئاتر فرهنگ که درست شد نمایشنامه خارجی از جان پورسارت رو و خیلی نویسن خودش هم چون مترجم بود تئاتر رو به شکل جدید درست کرد. تهاتری در کشورهای خارج درست شد در ایران رو او ابدا کرد و تهاترهای بسیاری گذاشت به کم کم طبقه روشنفکر و آدمای فرهنگ دوست اومدن برای دیدن اون تئاتر و اونجا روش کرد. در از پاتوق شد برکز روشنفکران که صادق هدایت و خیلی کسای دیگه اونجا بودن می اومده رفت داشتن و این شروعش بود که بعد آقای نوشین از تئاتر فرهنگ رفت تئاتر فردوسی رو ایجاد کرده تئاتر به نام فردوسی بود که باز کارای از شاهنامه میگذاشت و کارای تئاترای خیلی سنگین و مردم رو کم کم آشنا کرد به تئاتر علمی و اون آتراکسیون کم کم محو شد اون آتراکسیون و اون کافه های ساز زربی دیگه کم کم اومدن به سمت تئاتر که بعد از اونم که دیگه جریان 22 بیستو سال 32 ماجراهای سال 32 پیش که نوشین رو زندان کردن بعدم که فرار کرد رفت به کشور دیگری از این جهت سابقه تاریخی این این, این لالزار به این شکل بعد از اینکه نوشین رفت و کنترل بیشتری انجام شد و تئاتر بازگشت دوباره به شکل کارای همین ساز ضربی و کارهای تئاتر سیابازی و که بعد ادامهش اومد رسید به سالهای دهه پنجا و چهل که گوگوش برنامه اجرام که بچه بود با باباش میرفت اکروبات بازی میکردن و بعد دیگه خاننده محوش و آفت و نمیدونم سوسن و آقاسی و اینا اومدن که دیگه تا دهه پنجا هم در هیته سلطه اینها بود که در از تئاتر پیام و برنامه های پیام دیگه نباشه و به شکلی فقط مردم و کوچ و بازار بیان و اونجا تفریح کنند یعنی به تعبیر شما معتقدید که این منطقه کانون روشن فکری بوده و تاثیر گذار در عرصه فرهنگ و هنر, هنر یا سیاست بله. و فشار گذاشته شده برش یا تصمیم گرفته شده که این قسمتش در واقع محو بشه بله. و تبدیل بشه به مکانی برای ارزی هنر عام پسند کوچه بازاری یا هنری که کمتر خودش رو درگیر مناسبات سیاسی میکنه مردم عادی دیگه مردم عادی مردم. بیشتر علاقه من و شاید هم انتخاب یک انتخاب بوده برای یک بازار و انتخابی که توسط خود مردم انجام بره. شده مخاطبانی بره. که انجام شده آقای اسماعیل پور فیلم به لحاظ اجرای خوب صف زیاد داره اما در این حال یه جور شلختگی خوب انگار یعنی انگار همه چیزش به همه چیزش میاد درست مثل خود لالزار که یک یک شلختگی درش هست اما خوبه درباره ساختمان بسری فیلم چی میتونیم بگیم این سفر در اون شهری هم حسین مصاحبه ها استفاده از تکه های فیلم های دیگه و همینطور بازسازی ها با شما موافقم که ساختمان بسری فیلم خیلی منسجم نیست و یک دست نیست شاید آزارنده باشه در نگاه اول ولی من فکر میکنم باز این از یک محدودیت میاد که اون فیلمساز ساز بنا به اون تعهدی که برای خودش قائل بوده درگیر این فیلم شده این فیلم ساخته ساختمان از کاملا فیل فیلم متحده. فیلم کاملا میتونه تعبیر فیلم متعهد باشه که معمولا این جور فیلم ها با دست های خالی ساخته میشن اتفاقی که احتمالا برای این فیلم ساز افتاده افسوس نتیجه میتونست نتیجه بهتری باشه ولی بالاخره گاهی بودن چیزهایی که خیلی هم عالی نیستن بهتر از نبودنشون هست ساخت یک سندیت هست حتما این درباره سندیت سندیتش همی میتونیم بعدا با صحبت کنیم شما من درباره این استناد و این روش سردنگاری بحث دارم ولی درباره ساختمان بصری بخش زیاد اثر با امو حسین پیش میره و فیلم فیلمبرداری در زمان حال فیلمه بخش دیگرش تصاویر آرشیویه که از قدیم داریم و مخصوصا استفاده از فیلم های سینمایی به عنوان تصاویر آرشیوی استفاده از فیلم های سینمایی داستانی به عنوان تصاویر آرشیوی مستند و یک بخش بسیار و یک بخش دیگرش مصاحبه ها و مستندهای های دیگرانه که ساختن در باید لالزار یا خرنده ها و آخرین بخشش که واقعا در حد چند پلانه و خیلی محدوده و کاش بیشتر می بود با سازی هایی که خود فیلمساز انجام داده مثل اون دستی که میاد رادیو روشن کار اینجوری این پراکندگی و رنگارنگی باعث شده که انسجام مشخص بستری نداشته باشه ولی نهایتا با همه مشکلات کار رو پیش برده و فیلم ساز تونسته بزنه بهشتی اصلا چطور شد که حالا کار خواننده های کوچه بازار یا خواننده موسیقی عام پسند اصلا چطور شد که اونجا پا گرفت توی لاله‌زار ببینید بعد از همون توضیح دادم که بعد از تئاتر که چقدر موسیقی لالزاری در شروعش از اونجا بود که حتی ساسان یه خواننده معروف شد بچه بود که اومد ادای سوسن در می آورد و خیلی هم گره و بعد تو فیلم های سینمایی بازی کرد و شروع کردن به خوندن و مردم عادی عادی هم اینو موسیقی رو خیلی دوست داره یعنی در اصل حالا اگر مثلا من خودم یادم موقع دانشجو بودم توی خوابگاه دانشگاه خب آدمای روشنفکر زیاد بودن حتی نویسنده بودن کتاب داشتن حالا اسمو میخوام بیارم داشتن مثلا موسیقی از بتوور گوش میکردن مشروبم خورده بودن یه دفعه میگفت آقا مجید برو اون نوا رو عوض کن یساریر مثلا بذار می گفتم ای تو که از این نوارا گوش نمیکنی همیشه میگی میگفت نه الان جاش اینی که من این نوارا گوش کنم برای اینکه من سابقه تاریخی داره برای خانوادم مثلا بابام این نوارا گوش میکرد یا خواهرم گوش میکرد الان دلم میخواد برم تو اون فضا یعنی حتی روشن فکریم که این موسیقی رو رد می کرد در جایی در دانشگاه در سر کلاس در جای جای دیگه که می شد دوستش اون فضا رو دوباره حس کنه و اون موسیقی رو گوش کنه میخوام بهتون بگم این در ذات مردم بود که اینو موسیقی رو اینو که این خواستگاه اجتماعی داره و دوست داشت که لحظاتی رو با, با این موسیقی به سر کنه آقای شمس بسرد از منظر کاملا دیگری به موضوع پردازیم شما اهل شعر هستید و اهل ادبیات. همیشه در مورد اینجور ترانه ها در ارزش گذاری هنری که میشه به یک شکلی در واقع اینها فروده است معرفی میشن یعنی چیزایی که فاقد ارزش های هنری هستند و حتی در روزگاری گفته میشد که اینا کاری هستن که نمیمونن سطحی هستن مورد توجه در, در واقع به مرور تاریخ از بین خواهند رفت ولی این اتفاق نیفتاد هنوزم که هنوزه اون چیزی که بیشتر در زبان عامه شنیده میشه همین ترانه های کوچه بازاری هستند ما پشت ماشین ها نیسان ها و نتا شده هنوز تکه های از این ترانه ها رو میبینیم ورد زبون جوون ها هنوز که هنوز این هاست و توی تاکسی هم هنوزم جواد یساری یا عباس قادری شنیده میشه نسلی عوض شده نسل ها عوض شدن چطور میشه که به لحاظ ساختاری این ادبیات در خودش چی داره که میمونه ببینید ترانه های آمیانه همیشه در همه جای دنیا به ویژه ترانه های فولکلور یا ترانه های محلی یکی از مهمترین منابع تقضیه ادبیات مدرن و ادبیات جدی یا اون چیزی که بهش ادبیات عمیق گفته میشه بوده و هست چیزی که متاسفانه بخشی از در واقع نخبگان یا پژوهشگران بهش توجه نمی‌کنن در بیل لالزار اینه که ترانه‌های لالزار متعلق به, ب... به ساحت ترانه های محلی تهران هست یعنی فرهنگ فولکلوری رو اگر ما برای تهران بخوایم مد نظر قرار بدیم خب این ترانه های لالزار بخش مهمی از اون رو در بر میگیره این یک نکته است دربارش که در نظر نمیگیرن دوم در واقع به ریشه های ترانه های لالزار در فرهنگ آمیانه مردم ایران توجه نمی کنن. که این دو تا من دوتا مثال ازش بزنم یکیشون در واقع در واقع اون حوزه در واقع نمایش های تخت حوزی و اون ترانه هایی است که در حوزه در تخت حوزی اجرا میشه و دومیش زربی خانی هستش که باز متأخرتر هست نسبت به اون و یه بخش خیلی مهمی از ترانه های دوران ابتدایی لالزار رو شکل میده هر دوی اینها اولا عمیقا سیاسی هستند چه به لحاظ اینکه بر پایه مفهوم خنده و تنز هستن که خودش سیاسی ترین رفتاری است که بشر در, در مواجهه با اشکال مختلف نابرابری و قدرت از خودش نشون میده و دومی که در واقع یه بعد چه دیگه شون اون رابطه شون با در واقع روابط قدرت که باز اینها رو سیاسی میکنه در, ش... در ها مثلا ما میبینیم که اب... های ابتدایی اکثرا انتقادهایی از وضعیت گیرانی یا وضعیت حکومت و اینا مثلا اون ترانه شاه کچکلا قشنگ که شما وقتی میبینید کاملا یک نگاه انتقادی و تمسخرآمیزی به قدرت داره و نکته دیگه ای که درباره اینها وجود داره که اینها رو در واقع به بخشی از ساختار و بدنه زبان فارسی تبدیل کرده اهمیت این زبان در مقابل در تقابل با زبان طبقه حاکم یا طبقه الیت جامعه هست این زبان زبانی است که خیلی پیشروی ها خیلی نوآوری ها خیلی بر هم زنندگی ها رو در رابطه با زبان رسمی ایجاد میکنه بازی های زبانی خیلی زیادی داره و در عین حال اگر ما این زبان رو اون بدنی که در این زبان داره معرفی میشه در نظر بگیریم زبان این بدنی است که جسورتر از اون بدنی است که در زبان عادی و رسمی ما دیده میشه به لحاظ جنسی آزادتره و سرکشتره اون فرهنگی رو هم که با خودش میاره این فرهنگ لالزار که در این ترانه ها شما میبینی برآمده از چنین بدنی است اینها ویژگیهایی هستش که متأسفانه بخش عمده ای نه تمام بدنی روشن فکری ولی بخش عمده از روشن ایران در نظر نمیگیره اما ما استثنا هایی برای اون داریم به ویژه صادق هدایت که تحقیقات و پژوهش های خیلی گسترده ای در این زمینه کرده من بیشتر اشاره می که یا مد نظر ما همین در واقع دهه 40 و 50 است به خصوص یا کلماتی که به کار برده میشه تصویری که توی این ترانه ها داده میشه تصاویر ساده و دم دستی از زندگی هستن تصاویری که مخاطب وقتی که تصورشون میکنه جلو چشمش میبینه پارسال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارتی که اتفاق قصه شو داریم این در تقابل با اون قرار میگیره که بگیم کوچه عقاقیا مثلا نمیدونم یه اتفاقی افتاده بود یا از, از تصاویر های دیگر یا معانی دیگری دنبالش داشته باشیم که تو موسیقی در حقیقت پاپ نوین یا ترانه نوین بوده یه سمت دیگرش هم اینه که در واقع خب اینها میرفتن به سمت گفتن از اتفاقات چیزهای اخلا پند و نصیحت میکردن این خواننده ها به همون زبان آمیانه و کوچه و بازاری و در حقیقت یک یک جور مشتیگری یک جور فرهنگ خاصی خورده فرهنگ خاصی که نزدیک به اون جامعه هست گسترش میدن و اخلاق گرایانه تر بهش میپرداختن چیزی که ممکن بود تو ترانه های مثلا پاپ مد نظر نباشه و کلماتی که استفاده میکنن کلمات ساده تریه کلماتی یکی از جنس زندگی روزانه مردم ممکنه که شاعرانگی که مد نظر من و شما سوش نباشه ولی همین ها باعث پایدار شدن شده خیلی کوتاه آقای اسماعیل پور فیلم آیا با همه این حرفایی که زدین در برشت حاوی اطلاعات جدیدی هم بود برای من مشخصا بله فکر کنم برای من و نسل من که خاطر دست اول از لالزار ندارن مشخصا بخشی که به دگرگونی مضمونی و موضوعی ترانه ها در آهنگ های لالزاری اشاره میکنه با وقوع انقلاب ایران لالزار سعی میکنه دگرگون بشه تغییر بکنه برای بقا و اون بخش خیلی جالبیه که نشون میده که همه تلاشش رو میکنه ولی متاسفانه موفق نمیشه یه اشاره خیلی کوتاه میخوام بکنم که اصولا این مسئله مشخصا در دهه 60 مسئله که بهش اشاره خواهم کرد شدید میشه ولی در پیش از انقلاب هم بوده اینکه اگر واقعا سال اینه که آیا لالزار اگر امروز نیست به خاطر اینکه مخاطب به او روی خوش نداده یا به خاطر اینکه دستوری هست شده من فکر می‌کنم دستوری هست شده و اگر این چنین بوده فکر می‌کنم که ایدالتر می بود که لالزار وجود داشته باشه تئاتر شهر وجود داشته باشه سینما ایران یا تلویزیون ایران وجود داشته باشه و کدوم از اینها پد... محصولات فرهنگی و برای مخاطبه خودشون تولید میکنن این که اینها در برابر هم قرار بگن به نظر من محصول جامعه سالم نیست اون به نظر میاد که اون حذف اون نوترانه ترانه ی عام پسند به هر حال ممکنه تو یک زمانی موفق شد و اینا از صحنه رفتن ولی خودش رو به شکل دیگری باز تولید کرد در نوعی از ترانه که حالا امروز میبینیم که به تو مفهوم زیرزمینی شبته داره و بعد امروز اومده تو نوع نوعی از ترانه خانی که حالا ماها تصورمون بر این است که سطح ترانه هاش پایین تر از اون سطحیه که ما انتظار داریم و توی نسل جدیدتر هم میبینیم که اومده و خیلی گل کرده و پا گرفته موقعیت جغرافیاییشون نیست دیگه در گستره, گستره خیلی بزرگتری از ایران در واقع فراگیر شده ولی ساختار همون ساختاره مفاهیم همون مفاهیم اخلاقگرایی حالا یا هر شکل دیگه متناسب با البته تغییر نسل تغییر کرده ممکن جواد یسری یا عباس قادری نباشند ولی کسان دیگری هستند که حالا گرچه اون اوریجینالیتی رو ندارن یعنی اون اتنتیسیتی و اصل بودن اون آدم ها رو ندارن ولی تکراری هستند از همون اتفاق ها میدونید عرض من این بود که دهه 60 تو سینما می اتفاق افتاد یعنی سعی کردن شکل سینما رو عوض کنن میدونید یعنی این روش برخورد با پدیده هایی که مخاطب دارند یا سریعا محبوب توی ایران میشن این روشی نیست که مختص به یه حکومت حکومت پیش از اون باشه ظاهرا این مسئله فهمه من این موضوع خیلی درست و مهمه در فهم قضیه لازم زاره برای اینکه اتفاقی که میفته اینه که در واقع لالزار و انگار که حکومت ایران به مسابه نمود در واقع اصلاحات فرهنگی و اجتماعی پهلوی در نظر گرفت و با قدرت سعی کرده که اینو حذف بکنه در واقع تلاش میکنه که این فرهنگ رو یعنی این مظاهری که به نظرش مظاهر اون حکومت پیشینه هست بکنه قافل از اینه که سنت هیچ شما هیچ وقت نمیتونید یک سنت فرهنگی رو یک سنت موسیقای رو هست بکنید هیچ کدوم از فرهنگ هایی که لالزار مادرشون بوده یعنی فرهنگ تئاتر سینما فرهنگ کلا ها فرهنگ لالزار هیچ کدوم از اینها حذف نشدن اینا احیا شدن بر اشکال مختلف زیرزمینی شدن به حاشیه رفتن ولی باز موندن و ادامه دادن بر اینکه شما نمیتونی سنتی ری که ریشه در یک در واقع در یک بخشی از ناخودآگاه اجتماعی و فرهنگی یک ملتی داره رو از بالا و با یک اقتدار و یک اتوریته حذف بکنی این امکان نداره این و در واقع برمیگرده به سمت خودت و تو رو از صحنه خارج خواهد کرد اشاره بکن در صحبت ایشون حذف نشده به در اینکه الان جواد یساری توی فیلم بازی کرده این اخیرا یک فیلم سینمایی ساختن جواد یساری رو بردن تو اون فیلم و تو اون فیلم داره میخونه یعنی اینقدر دیدن مردم طرفدار داره این شخص ولی بعد 40 سال های بله همین چند وقت پیش من دیدم یه فیلم ساخت فیلم اکران هم... اکران شد فکر کنم بله بحث هم همین بود که قابل قابل حذف هنوزم بله همه جا گفته صحبت میشه یه تیتراژ خیلی خوب هم فیلم داره که با تیتراژش و جمله شما تمام میکنیم خیلی کوتاه. من فکر میکنم برای اینکه این فیلمو رو هرچند که موسیقی لایزداری محبوب ما نباشه و اونو تحسین نکنی مثل من ولی نمیشه این فیلم تحسین نکرد فقط و فقط برای این تیتراژ، تیتراژ پایانی. به نظر من خیلی هوشمندانه فیلمساز و طراح تیتراژ استفاده کردن از فرهنگ لالزاری برای باستودید این تیتراژ و اون فرهنگ اعلان نویسی و اعلان کردن ای. برای اینکه این, این تیتراژ بسازم از اون تیتراژ واقعا شد بسیار ممنونم از حضور هر سه شما مجید بهشتی فرید اسماعیل پور و امید شمس در این برنامه فرصت بیشتری برای ادامه گفتگو نیست شما درباره ترانه های کوچه و بازار چطور فکر می کنید فیلم براتون چه خاطره هایی رو به یاد آورد آیا گفتگو برنامه کمک کننده بود از طریق همین راهایی که اینجا زیرنویس میشه با ما در تماس باشید و نظراتتون رو با ما و بینندگان دیگه در میان بذارید تا فرصت دیگه و برنامه دیگه به اتفاق میهمانان برنامه بترود و پاینده باشید